یکی از چیزهایی که در همین زمینه وجود داشت رعایت تقوای عجیب امام بود در همه امور. تقوا در مسائل شخصی یک حرف است، تقوا در مسائل اجتماعی و مسائل سیاسی و عمومی خیلی مشکل تر است، خیلی مهم تر است، خیلی اثرگذارتر است. ما چی میگیم نسبت به دوستانمون، نسبت به دشمنانمون؟ اینجا تقوا اثر میذاره. با یکی ما ممکنه مخالف باشیم، دشمن باشیم، درباره او چگونه قضاوت میکنید؟ اگر قضاوت شما درباره اون کسی که با او مخالفید و با او دشمنید غیر از اون چیزی باشد که در واقع وجود دارد، این تعدی از جاده تقواست. آیه شریفه ای که اول عرض کردم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. قول سدید یعنی استوار و درست. اینجوری حرف بزنیم. من میخوام عرض بکنم به جوانان عزیزمون، جوانهای انقلابی و مؤمن و عاشق امام که حرف میزنند، می نویسند، اقدام می کنند، کاملا رعایت کنید. اینجور نباشد که مخالفت با یک کسی ما رو وادار کند که در نسبت به اون کس از جاده حق تعدی کنیم، تجاوز کنیم، ظلم کنیم. نه، ظلم نباید کرد، به هیچ کس نباید ظلم کرد. ببینید، من یک خاطره از امام نقل کنم. ما یه شب در خدمت امام بودیم، من از ایشون پرسیدم نظر شما نسبت به فلان کس، نمیخوام اسم بیارم، یکی از چهره های معروف دنیای اسلام در دوران نزدیک به ما که همه نام او رو شنیدن، همه میشناسن، گفتم آقا نظر شما نسبت به این شخص چیست؟ امامی تأملی کردم، گفتم نمیشناسم. بعدم یک جمله مذمت آمیزی راجع به اون شخص گفتن، این تمام شد. من فردای اون روز یا پس فردا، درست یادم نیست، صبح با امام کاری داشتم، رفتم خدمت ایشون. به مجردی که وارد اتاق شدم و نشستم، قبل از این که من کاری رو که داشتم مطرح کنم، ایشون گفتن که راجع به اون کسی که شما دیشب یا پریشب سوال کردید، همین، نمیشناسم. یعنی اون جمله مذمت آمیزی را که بعد از نمیشناسم گفته بودن پاک کردن. ببینید، این خیلی مهمه. اون جمله مذمت آمیز نه فحش بود نه دشنام بود، خوشبختانه منم به کلی از یادم رفته که اون جمله چی بود. یعنی ایشون یا تصرف معنوی ایشون بود یا کم‌حافظگی من بود، نمیدونم چی بود، اما انقدر یادمه که یه جمله مذمت آمیزی بود، نه دشنام بود، نه تهمت بود، نه فحش بود. همین رو ایشون اون شب گفتم، دو روز بعدش یا یه روز بعدش او رو پاک کردن، گفتن نه، همون، نمیشناسم. ببینید، اینا اسوه است. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. درباره زیدی که شما او را قبول ندارید دو جور میشه حرف زد. یه جور اونچنانی که درست منطبق با حق است، یک جورم اونچنانی که نه، در او آمیزه از ظلم وجود دارد. این دومی بد است، باید از او پرهیز کرد. درست همونی که حق است، صدق است، شما در دادگاه عدل الهی می توانید راجع به او توضیح بدید، همون رو بگید، نه بیشتر. این یکی از خطوط اصلی حرکت امام به خط امامه که ماها باید به یاد داشته باشیم.